با درود و سپاس، من کوروش هستم. خوشحالم که اولین جلسه از اولین پروپوزال رو اینجا شروع میکنم واسه کنم. من قبل از اینکه شروع بکنم باید بگم که واقعا خیلی خوشحالم. اینجا داشتم صحبت ها رو که گوش میکردم دیدم که اکثریت در مجموع میشه گفت که همه ما به یه نتیجه گیری خیلی جالب رسیدیم و اون اینه که اگرچه نتیجه گیری کلیه، ولی این نتیجه گیری خیلی مهمیه و اون اینه که ما پدیده های تاریخی رو باید یاد بگیریم که از دیدگاه های مختلف بهشون نگاه بکنیم. این یه چیزی بود که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از طرف خیلی از دوستان مطرح شد و اتفاقا یکی از مهمترین پیام هایی بود که توی این فیلم مطرح بود. بعدم خدمتتون توضیح میدم که چرا، و خوشحالم که این پیام از طرف اکثر کسی دوستانی که اینجا داشتن این مسئله رو گوش میکردن، فیلم رو نگاه میکردن، این پیام رو به یه صورتی مطرح کردن. قبل از اینکه من جلسه رو شروع بکنم، یکی دو تا از دوستان به من گفتن که یه مقدار در مورد خود پروپوزال صحبت بکنم و اینی که به اصطلاح فکر زیبا، پروپوزال فکر زیبا در نهایت در مجموع تو کدوم جهت میخواد بره و چرا اصلا به اصطلاح در مجموع چه چیزیه. من میخوام یه مقداری همون مقدمه ای رو مطرح بکنم که دفعه قبل مطرح کردم در رابطه با پروپوزال فکر زیبا و بعد میریم مستقیما سر همین فیلم امروز که اسمش آگورا بود. من واسم صحبت امروز رو با همون صحبتی شروع میکنم، با همون جمله شروع میکنم که منصوب به ارسطو بود و هست و اونه که ارسطو میگه ما بر شانه گولها نشسته ایم و از شانه گولها به دنیا می نگریم. به نظر من این حرف خیلی حرف بزرگیه، مخصوصا وقتی که در رابطه با این فیلم نگاش بکنیم. یعنی ما به عنوان انسانهای قرن 21 وقتی که در برابر خیلی از مسائل زندگی قرار می‌گیریم، همون جوری هم که اینجا مطرح شد، وقتی که میایم خیلی از مسائل زندگی خودمون رو محک می‌زنیم، یه مسئله خیلی ساده‌ای به اسم گرد بودن زمین، مرکزیت زمین، تمام این چیزهایی که توی این فیلم مطرح شد، وقتی که ما به عنوان انسان‌های قرن 21 به اونها نگاه می‌کنیم، برای ما اونها پدیده‌های کاملاً بدیهی و واضحی هستن. یعنی کسی دیگه درباره اونها بحث نمی‌کنه، کسی اونها رو به چالش نمی‌کشه. اما وقتی که به عقب برمیگردیم، به 1000 سال پیش برمیگردیم، به 1500 سال پیش برمیگردیم و می‌بینیم که چقدر فکرهای زیبا چه رنج‌هایی رو تحمل کردن تا این سوال‌ها رو مطرح بکنن، وقتی که می‌بینیم که چقدر جردان و برونوهای گمنام در آتش سوزانده شدن بدون اینکه اصلا اسمشون توی تاریخ بیاد به خاطر اینکه این سوال‌ها رو مطرح کردن، وقتی که می‌بینیم که چقدر گالیله‌های گمنام به پای میزهای محاکمه کشیده شدن برای اینکه حرف‌هاشون رو دوباره پس بگیرن، وقتی که تمام اینها رو می‌بینیم، تازه متوجه می‌شیم که ما بر شانه کدام قول ها نشسته ایم و از شانه کدام قول ها به دنیا می نگریم که بر مبنای اون گرد بودن زمین برای ما به عنوان یک پدیده بدیهی به نظر میاد. دقیقا همون چیزی رو که ارسطو به اسم قول ها ازش یاد میکنه و میگه ما بر شانه آنها نشسته ایم، در واقع همون فکرهای زیبایی هستن که در طول تاریخ راه رو برای تفکر انسان باز نگه داشتن. ما دقیقاً با همین دید میتونیم به همین فیلم آگورا برگردیم، با همین دید میتونیم به این مسئله نگاه بکنیم. چرا؟ چون ما دقیقاً به تجربیات تاریخی، به تجربه تاریخی میبینیم که فکر زیبا هیچ ارتباطی به این نداره که اون فکر زیبا انسان رو به پول و یا به قدرت رسونده باشه. فکر زیبا هیچ ارتباطی با این مسائل نداره و کاملاً برعکس، اونجایی که در طول تاریخ فکر زیبا در برابر قدرت‌ها، در برابر پولدارها، در برابر انسان‌های قرار گرفتن که با غرور به قدرت خودشون می‌نازیدن و می‌گفتن هر آرزویی داری بگو تا من به عنوان قدرتمندترین انسان برات برآورده کنم، این فکرهای زیبا در برابر این قدرت‌ها فقط یک حرف برای گفتن داشتن و اون حرفشون هم این بوده که برو کنار، بذار تا نور آفتاب به من بخوره. این حرفی بود که این فکرهای زیبا با این انسان‌های قدرتمند برای گفتن داشتن. برگردیم به داستان فیلم آگورا. توی تحلیل‌هایی که من خودم توی اینترنت مخصوصاً درباره فیلم آگورا خوندم، بیشتر تکیه تحلیلگرها از لحاظ محتوا روی
به اصطلاح شخصیت خود هایپاتیا بود، یعنی که به عنوان یک زن فیلسوف در یک جایی مطرح شد که خب البته خب من خیلی چیز بزرگیه، خیلی کار بزرگیه، به عنوان فیلسوف، به عنوان متفکر اونجا مطرح شده و در واقع دیدگاه‌های فلسفی خودش رو، دیدگاه‌های علمی خودش رو به علارغم اون فشاری که بهش وارد میشد مطرح میکرد و جلو میبرد، به این صورت مطرح شده. اما به نظر من پیامی که در واقع این فیلم داره در ورای این مسئله است، خیلی بیشتر از این مسئله است. پیامی که این فیلم داره پیامیه که به نظر من گریبان تمام تمدن‌ها رو میگیره. پیامی که این فیلم داره در رابطه با نوع ارتباط برقرار کردن انسان‌ها با هم دیگه است. دیگه فرقی نمی‌کنه که این انسان‌ها مسیحی می‌خوان باشن یا مسلمان می‌خوان باشن یا یه دیدگاه‌های دیگه‌ای داشته باشن. مثلا اینکه نوع برقرار کردن ارتباط این انسان‌ها با هم دیگه در درون یک تمدن آینده اون تمدن رو تعیین می‌کنه. و دقیقاً هم از لحاظ تاریخی به نظر من کسی که کارگردان این فیلم از لحاظ تاریخی دقیقاً زمان درست، زمان و مکان درستی رو انتخاب کرده برای اینکه این پیام رو برسونه. اینکه مثلا فرض کنید دوستان بیان بگن خب این مثلا فرض کنید ضد مسیحیت بوده یا مثلا فلان بوده و همون بوده، در هر حال یک دوره‌ای از تاریخ رو که بگیریم نقش‌ها تو اون دوره‌های تاریخی خب فرق می‌کرده، ولی از لحاظ زمانی و مکانی وقتی که ما این مسئله رو در نظر بگیریم، اول از اینجا شروع بکنیم که موقعیتی رو که کارگردان به اصطلاح به عنوان موقعیت مناسب انتخاب کرده، زمان و مکان مناسب انتخاب کرده که حرفش رو بزنه، حدود سال 391 بعد از میلاد مسیح، و این به اصطلاح از لحاظ زمانی دقیقاً 65 سال قبل از زمانیه که مسیحیت به عنوان مذهب رسمی امپراتوری روم مطرح میشه و 65 سال بعد از اینه که مسیحیت به عنوان مذهب رسمی مطرح میشه و 80 سال قبل از فروپاشی امپراتوری غربی روم بوده. یعنی دقیقاً یک دوره خاصی که بر مبنای اون یک امپراتوری، یک تمدنی که چند صد سال وجود داشته یه دفعه از هم میپاشه و دقیقاً تمام اون چیزهایی که در درون این امپراتوری اتفاق میفته به نوعی توی ماجرای اسکندریه اینجا نشون داده شده. فیلم همونجور که صحبت شد کارگردانش آلخاندرو آمنابار و نقش اصلی هایپاتیا هم که نقش اصلیش رو که در واقع این فیلم هایپاتیا که راشل وایز داره که در واقع فرزند یکی از اشراف اسکندریه و یکی از فیلسوف‌ها و متفکرین اون زمان بوده که به اسم تئون که توی فیلم هم می‌دیدیمش. که من وقتی که فیلم رو ما می‌بینیم بررسی می‌کنیم، برای اینکه پیام فیلم رو درست بفهمیم، برای اینکه در واقع موقعیت رو تشخیص بدیم، به نظر من اینجا دو چیز رو باید در نظر بگیریم، از لحاظ تاریخی و از لحاظ جغرافیایی. یکی از لحاظ تاریخی و جغرافیایی که میگم، یکی از خود اسکندریه است، موقعیت خود اسکندریه و اینکه اسکندریه در اون زمان در چه حالتی قرار داشته. مسئله دومی هم که میشه روش صحبت کرد خود هایپاتیاست، یعنی که به عنوان یک فیلسوف، به عنوان یک متفکر، اون خودش در چه موقعیتی قرار داشته و در برابر کدوم جبهه‌ها قرار گرفته بوده. اینا چیزاییه که ما میتونیم از فیلم بیرون بکشیم تا بر مبنای اون بتونیم به اصطلاح یک برداشت واقع‌گرایانه تری نسبت به اون چیزی که در درون فیلم اتفاق افتاده داشته باشیم. شروع بکنیم از اسکندریه. اسکندریه همونطور که میدونین شهریه که به وسیله اسکندر مقدونی ساخته شد در سال 331 قبل از میلاد. اسکندر این شهر رو ساخت برای اینکه دقیقاً برای اینکه می‌خواست این شهر رو به عنوان مرکز علمی مطرح بکنه، مرکز علمی در دنیا، یعنی در کنار آتن که در واقع محل تولد دموکراسی بود، اسکندریه رو می‌خواست به عنوان سرزمین علم و دانش مطرح بکنه. حالا چرا اسکندریه رو انتخاب کرد؟ به خاطر اینکه اسکندریه از لحاظ جغرافیایی در جایی قرار گرفته که اسکندر میگفت وقتی که من از اینجا نگاه بکنم از طریق دریای مدیترانه، نگاه و سوی من به طرف یونان و ماسدونیا هست
و این چیزی بود دقیقاً به خاطر همین ایدئالی که داشت اسکندریه رو در اونجا و شهر رو در اونجا بنا کرد. از همون اول هم اسکندریه تونست به عنوان یک مرکز علمی و فرهنگی مطرح بشه، همونطور هم که توی فیلم می‌دید. این چیزی رو که توی فیلم به عنوان کتاب بسلا کتابخانه اسکندریه ازش صحبت میشه، یک کتابخونه بسیار تاریخیه که گذشته بسیار در واقع پرماجرایی داشته. این از همون زمانی که کتابخانه بزرگ اسکندریه درست شد، هدف این بود که تمام کتاب با اون محدودیت هایی که وجود داشت، هدف این بود که تمام کتاب های دنیا رو یک کپی ازش بگیرن و توی این کتابخونه نگه دارن، که بهش در واقع شعارشون کپی اند استور بود، که تمام کتاب ها رو جمع بکنن اونجا نگه دارن. این کتابخونه میگن که حدود 1,000,000 کتاب توش بوده و این کتابخونه 2 دفعه به آتش کشیده شد. یک دفعه توسط جولیوس سزار بود که به اصطلاح اسکندریه رو فتح کرده بود، که میگن تصادفی بوده به این صورت که جولیوس سزار میخواسته کشتی‌ها رو آتش بزنه، بعد آتش از کشتی‌ها به اسکندریه کشیده شده و کتاب‌ها رو سوزونده. دومیش هم همین ماجرایی بود که خودمون دیدیم، از طریق مسیحیان بود که به اصطلاح به خاطر اون بحرانی که پیش اومده بود، در همون بحران به اصطلاح حمله کردن و کتابخونه رو با آتش کشیدن. برای که موقعیت اسکندریه رو بهتر بفهمیم، باز خیلی از متفکرین یونانی و خیلی از دانشمندهای یونانی همه توی اسکندریه درس خوندن. مثلا فرض کنید ارشمیدس که به اصطلاح خب همه ما میشناسیمش، یا مثلا فرض کنید همین آریستارکس که صحبت ازش شد که شد که حدود 2000 سال قبل از کوپرنیک در واقع مسئله حرکت زمین رو مطرح کرده بود، همه اینها توی اسکندریه درس خوندن. مثلا خب تو اون زمان مثلا آریستارکوس اینها اگرچه مسئله گردش زمین رو مطرح کرده بودن، منتها خب به عنوان این مدل مطرح کرده بودن و اثباتی براش در کار نبوده. این حدوداً موقعیت اسکندریه بود، یعنی خودتون میتونه حدس بزنید که این موقعیت کاملاً استثنائیه. در هیچ جای دنیا چنین شهری با چنین موقعیتی از لحاظ پیشرفت علمی و چیز وجود نداشته. که بعد در واقع مسئله به این صورت پیش میره که بعد از اینکه رومی ها در واقع مصر رو میگیرن و خب اسکندریه هم قسمتی از تمدن روم میشه و این باعث میشه که تمام اون کانفلیکت ها و تمام اون بحران های امپراتوری روم هم وارد اسکندریه بشه. این ماجرای در واقع اسکندریه است. حالا بریم سراغ هایپاتیا. هایپاتیا واقعا خب یه شخصیت تاریخی بوده، متولد اسکندریه بوده، یکی از متفکرین و ریاضیدان‌ها بوده و مثل پدرش واقعا علاقه داشته که علاقه به تعلیم و تربیت داشته و دوست داشته که در جایگاه تعلیم و تربیت قرار بگیره. منتها مسئله چیه؟ چیزی که ما در فیلم می‌بینیم اینه که یک شخصیت تاریخی و استثنایی به اسم هایپاتیا که از لحاظ خوب به عنوان یک زن مطرح بوده، در کجا قرار می‌گیره؟ از لحاظ زمانی در موقعی متولد میشه و پیشرفت میکنه که در همون زمان در واقع اون مکان بحران کشمکش بین مسیحیان، بین پیگنز همون گروه های چند خدایی، یهودیان و اکثر کشمکش های سیاسی بوده. داستان این فیلم دقیقاً به صورت کاملا مشخص نشون میده که یک انسانی در درون کشمکش های سیاسی قرار گرفته. جالب اینه که توی خود فیلم ما می‌بینیم که این خود این انسان به عنوان یک معلم وقتی که در درون کشمکش‌های سیاسی قرار گرفته، با وجود اینکه خیلی از شاگردهای خودش حرفاش رو قبول داشتن و تحت تأثیر این معلم بودن، اما وقتی که پای کشمکش‌های مذهبی به میون میاد، تمام اینها یه دفعه به یه نوع دیگه از استدلال رو میارن، یه نوع دیگه از استدلال رو قبول میکنن و بدون هیچ دلیلی در واقع راه خودشون رو میدن. توی همون صحبت‌هایی که توی فیلم میشه، من چند تا چیز اینجا مطرح میکنم که در واقع به نظر من به عنوان بهترین قسمت‌های فیلم هم، به عنوان قسمت بهترین پیام‌های فیلم هم دیده میشه. تو همون قسمت‌هایی که کشمکش‌ها به اوج میرسه، یه قسمتی هست که نشون میده که شاگردای در واقع هایپاتیا با هم بحث میکنن. سر بحثشون همون بحث مذهبی بوده، مسئله مسیحیت بوده، اختلافات بین مسیحیت و یهودی و نمیدونم
پیگون ها بوده که صحبت میکنم، اونجا هایپیش های یه حرف خیلی قشنگی بهشون میزنه، میگه که We all are brothers. این حرفی بود که هایپیش ها بهش میزنه. و بعد در ادامه صحبت خودش میگه که مشترکات ما از آن چیزهایی که ما رو از هم جدا میکند خیلی بیشتر است، بسیار بیشتر است. و میگه اون چیزی که در خیابان ها اتفاق میافتد نباید ما رو از برادر بودنمان جدا کند. این حرفیه که در واقع هایپشیا به اون کلاس میزنه و در واقع استدلالی که داره، پیامی که داره اینه که، و به نظرم پیام فیلم هم همینه و خیلی پیام مهمیه، اینه که ما باید به عنوان انسان در ورای این بحران‌ها قرار بگیریم و در ورای این بحران‌ها فکر بکنیم. نباید بگذاریم که این کشمکش هایی که مثلا فرض کنید بین مسیحیان و گروه های دیگه مذهبی پیش میاد ما رو به درون خودشون بکشونه، بلکه ما باید بیرون اون باشیم و از بیرون در واقع این بحران ها رو در نظر داشته باشیم. و بعد یه جای دیگه هم که خیلی جالبه و نگاه بکنیم، بعد از اینکه توی فیلم یه سری مسائل جلو میده، یه به اصطلاح مسیحی ها میان کتابخونه رو با آتیش میزنن و در واقع جغرافیای سیاسی یه مقدار عوض میشه، بعضی یکی از شاگردهای خود هایپشیا در واقع به قدرت میرسه، اونجا قدرت رو دستش میگیره. یک جایی هست که یکی از شاگرداش که در واقع آرستید بود، آرستید و یه نفر دیگه پیش هایپشیا میرن و با هایپشیا صحبت میکنن، بهش میگن که تو هم بیا در کنار ما باش، تو هم بیا در واقع در این سیستمی که درست شده، سیستمی که مسیحیت دست بالا رو گرفته، تو هم بیا در واقع با ما همکاری بکن. و استدلالی که بهش میدن اینه که میگم اون شاگرد بهش میگه که میگه تو توی کلاس های درست میگفتی که اگر دو تا چیز شبیه یک چیز سومی باشن، پس اون سه تا چیز با هم شبیه همدیگه هستن. و اگر این استدلال رو تو بخوای در توی رابطه ما سه نفر پیدا بکنیم، ما هر دوتا شبیه تو هستیم، پس ما سه تا شبیه هم هستیم و این به این معنیه که تو هم مسیحی هستی، تو هم به نوعی مسیحی هستی، پس بیا با ما همکاری کن. استدلالی که در واقع هایپشیا میاره و واقعا استدلال قشنگی هم میاره اینه که میگه ما همه شبیه هم هستیم. این حرفی که هایپشیا میزنه میگه ما همه شبیه هم هستیم، اما فرق من با شما این است که شما اعتقاداتتان را نمیتوانید زیر سوال ببرید، اما من باید ببرم. وقتی که این پیام‌هایی رو که هایپشیا تو این فیلم در واقع خوب از قول کارگردان مطرح میکنه، وقتی که این پیام‌ها رو نگاه میکنیم دقیقا متوجه میشیم که اینجا مسئله اصلا کشمکش‌های مذهبی نیست. مسئله نیست که بخواد مثلا فرض کنید مسیحیت رو مطرح کرده باشه یا مثلا به نوعی از یک گروه مذهبی یا چیزی دفاع کرده باشه. مسئله نوع برخورده که بعد برمیگرده به چی؟ برمیگرده به این که این نوع برخورد تعیین کننده آینده تمدن هاست. همونطور که تمدن روم دقیقاً در همین برهه زمانی بعد از 80 سال امپراتوری غربی روم به پایان میرسه و نمیتونه از خودش دفاع بکنه. به نظر من فیلم چند تا صحنه جالب داشت، دو تاشو اینجا خدمتتون عرض کردم که بسیار دیدگاه‌های هایپشیا در رابطه با اون بحرانی که در یک تمدن داره اتفاق می‌افته. چند تا صحنه جالب دیگه هم توی فیلم بود که به نظر من پیام‌های فلسفی برای شنونده داره. یکی از اون صحنه‌هایی که تو واقعا خیلی از دوستانم رو ذکر کردن این بود که نشون میداد که کره زمین در واقع از بالا نشون میداد کره زمین رو، بعد میامد پایین صحنه رو بزرگ میکرد، یه دفعه آدم ها رو نشون میداد که اینها دارن با هم جنگ میکنن. این صحنه خیلی صحنه قشنگی بود که خیلی از دوستان اونو مطرح کرده. این صحنه منو یاد این حرف کانت میندازه که میگه دو چیز در زندگی من وجود داره، آسمان پرستاره و اخلاق درون من. و بعد کانت مسئله رو به این صورت مطرح میکنه که میگه قرار گرفتن انسان در برابر عظمت دنیا، در برابر آسمان پرستاره، در برابر قرار گرفتن مثلا در زیر یک آبشاری که آبشار بزرگی که عظمتش انسان رو به حیرت وامی داره،
من رو با این سوال مشغول میکنه که من کی هستم، من کیستم، و همین سوال من کیستم اخلاق من رو، رفتار من رو و منش من رو به نوعی تحت تاثیر قرار میده. دقیقا کارگردانم به نظر من این پیام رو به این صورت مطرح کرده بود توی صحبتی که میکنه، از این جهت که به اصطلاح تمام ما در مجموع چیزی نیستیم در مقایسه با اون چیزی که در دنیا اتفاق میفته، در برابر عظمت دنیا. من خلاصه یه جمله دیگه میگم صحبتم رو به پایان میرسونم. جمعنی که من از این فیلم کردم این بود که مسائلی که در هر برهه‌ای از تاریخ اتفاق افتاده، در اون برهه تاریخ به عنوان مثال، مسائل جدیدی نیستن، مسائلی هستن که همیشه در دنیای ما همیشه اتفاق میفته و تکرار میشه. دقیقاً به خاطر همینه که بر مبنای اون چیزی که ارسطو میگه و منسوب به ارسطوئه، ما همیشه باید بر شانه قولها بنشینیم و از شانه قولها به دنیا بنگریم. در غیر این صورت در هر برهه از تاریخ باید دوباره از صفر شروع بکنیم. خیلی ممنون. حالی تو شروع کن. مرسی از پرزنت کردی. روش من سوال داشتم. یه جایی توی پرزنتت گفت، من دو تا سوال دارم برای دو تا. اون خانم گفتش که باید بتونید با برای خودتون یه سوال بدید. آیا خود کوروش فکر می‌کنه که این حرف بر اساس ممکن اشتباه باشه که ما به شان بودا نشستیم؟ می‌خوام ببینم اگه خودت بخوای یه سوال بدی، چه چیزی یه سوال بدی؟ یکی هم اینکه الان این یکی سوال هم نمیدونم کلیه، چرا فکر میکنی که باید فیلم ها یا مثلا هر چیزی یه پیامی داشته باشه؟ این گفتا برگی باشه سوال اولت رو اگه درست متوجه شده باشه، منظورت اینه که دو تا جمله رو در مقابل هم قرار بده، درسته؟ یکی بر شانه گول ها نشسته، یه جای نقل قول کردی گفتی که اون خانمه میگه که به شاگرداش گفتش که من تفاوتم با شما اینه که من چیزی که باور دارم باید یه سوال دارم. میخوام ببینم که این چیز گرم تو خیلی این پرزنتی کرده خیلی اگه موضع محکم صحبت کرد گفتی اینجوریه ولا بری. میخوام ببینم که خود کوروش این کارو میکنه با موضعی که داره. آره. یکی هم که چرا فکر میکنی که فیلم باید پیام داشته باشه؟ ببینید چرا سابجکت میکنه؟ این برای خونده برای یعنی حالا اینکه کوروش اتقاد داشته باشه یا نه چی چی بیمونه؟ چقدر مهم داره؟ از کوروش داره نه میگه من سوالم کنم که خودم که چقدر پرکتیکاله، چقدر میتونیم تو زندگیمون بیارم؟ چون با من کسی که دارم پرزنت میکنه به میکنم سوال ایده هست دیگه، میخوام بگم که ایده رو چقدر میگه خوش میتونه انجام بده؟ ببین جواب من اینه، مسئله این نیست که من چقدر به این مسئله اعتقاد دارم یا شما چقدر اعتقاد دارید، مسئله این که این لازمه زندگی. به هر اندازه که بتونی این کار رو بکنی، به همون اندازه هم فکر روشن‌تر پیدا کنی، به همون اندازه هم میتونی دنیا رو بهتر بکنی. حالا دیگه مسئله این نیست که من اگه اعتقاد نداشته باشم خودم ضرر کردم، شما اگه اعتقاد داشته باشید. دومین سوالتون یادم رفت. چرا فکر می‌کنم فیلم پرده داشته باشه؟ من هیچ فکری نمی‌کنم که فیلم باید پیام داشته باشه. هیچ وقت صحبت درباره نکردم. من خودم به دنبال پیامش هستم، به دنبال این هستم که هر چیزی به اصطلاح فیلمی که میبینم یک پیامی ازش بیرون بکشم. شاید پیامی نداشته باشه اما من سعی میکنم بیرون بکشم. سلام. فرقی که تو این فیلم از لحاظ تاریخ چقدر درست؟ به نظر بسیار زیاد درست. یعنی در از گفتم اسکندریه چه فکتایی که توی اونجا میاره کاملا درسته، هایپریشیا درسته، یعنی من فکتاشو چک کردم، چک کردم در مورد هایپریشیا درسته، در مورد اتفاقاتی که اونجا افتاده به مقدار بسیار زیادی همش درسته. سلام. گفتم هایپریشیا کاری نداره که مثلا نقل قول هم نمیدونم چی قصه اینه. بعد کی فهمیدم اولین بار کی ریسرچ کردم؟ ببینید هایپریشیا واقعا وجود داشته به عنوان شخصیت فلسفی، به عنوان شخصیتی که به اصطلاح مطرح بود از لحاظ علمی، بله کارایش خیلی از کاراش از بین رفته، یعنی بعد دقیقاً بعد توی اون حمله ای که مسیحی‌ها کردن و کتابخونه رو به آتش کشیدن خیلی از به اصطلاح کاراش از بین رفت و به یه صورتی شاید یک رده پایی از کاراش باقی مونده که این رده پا رو مثلا به صورت فیلم نشون بده. سلام. من سیکورشم.